سلام، من نجا هستم. به کانال من خوش اومدین. امروز میخوام 4 تا از باورهای ثروت ساز رو براتون بگم. پس اگه تو هم ثروت رو دوست دارید تا آخر این ویدیو با من همراه باش. دنیای ما دنیای فراوانی و باید باور کنیم اگه چیزی رو میبخشیم از ما کم نمیشه. این بخشش هم شامل بخشش مالی و هم بخشش معنوی میشه. اینو هیچ وقت یادتون نره. حالا اولین باور ثروت‌ساز چی است؟ 1. روز خوب اومدنی نیست، ساختنیه. ثروت هم همیشه ارثی نیست، به دست آوردنیه. اگه یادتون باشه تو ویدیوهای قبلی گفتم که موفقیت شانسیه، ولی پول در آوردن همیشه هم شانسی نیست. باید اگه پول زیاد میخوای براش آماده باشی، چه ذهنی و چه عملی، تا بعد به دستش بیاری. قبلا گفتم، باز هم میگم، مردم خواهان زندگی خوب هستن و برای کار خوب پول خوب خرج میکنن. فقط کافیه که تو بتونی اونا رو قانع کنی تا از تو خرید کنن، تا مشتری تو بشن. معجزه یک شبه اتفاق نمیفته، باید سالها براش تلاش کنی. اصلا بیا معجزه زندگی خودت باش. آره، خودتو. یک بار برای همیشه دست از قربانی بودن بردار. میتونی کلی داستان بسازی که من بدبختم، بیچارم، کلی ترحم جمع کنی، ولی یادت باشه که هیچ کس قربانی ها رو یادش نمیمونه. خودت رو قربانی و بدبخت جلوه نده. بیا و خوب زندگی کن. بیا و جهان رو برای دیگران هم جای بهتری بکن برای زندگی کردن. بیا و قهرمان زندگی خودت و دیگران باش. به قول شاعر، چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردم، من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک. باور دوم، افراد پولساز شاکر هستند اما قانع نه. شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. با شکرگزاری حال خودت بهتره. شکر کردن باعث میشه آرامش داشته باشی، ولی هدف گذاری مالی بحث بالا بردن آسایش هست. قرض شناسی و شکر گذاری بزرگواری و اعتماد به نفس تو رو نشون میده و روحیه قرض شناسی باعث رشد بیشترت میشه. اصلا بیا و بعد از این ویدیو از 3 نفر به 3 شکل مختلف قدردانی کن. باور سوم، افراد پولساز روی خودشون حساب میکنن، روی خودشون سرمایه گذاری میکنن. این جمله منصوب به شازده کوچولو است که میگه از کی اوضاع رو به راه میشه؟ گفت از وقتی که بفهمی همه چیز بستگی به خودت داره. بیا و رو خودت سرمایه گذاری کن، رو رشد خودت، روی مهارتهای خودت. استیو جابز، یکی از ثروتمندترین و خلاق‌ترین کارآفرینان دنیا، میگه راز موفقیت و ثروتمند شدن پشتکار و هر روز یاد گرفتن هست. و باور چهارم، وقتی میخوای کاری کنی باید هزینهش رو بدی. هزینه پیشرفت کردن رو بده تا قدرش رو بدونی. موفقیت زمانی ارزشمند میشه که بهای اون رو داده باشی. وقتی همه چیز رو مجانی میخوایم زندگی دیگه جذابیتی نداره. هزینه های ما از 4 منبع تأمین میشن: وقت و زمان، انرژی جسمی، انرژی روانی و پول. اگه تو بلد نباشی این هزینه ها رو به جای خودش و درست هزینه کنی، نمیتونی رشد کنی و به دستاوردهای بالا برسی. تجربه کردن کار آدم های مغروره. اونی که باهوشه از دانش دیگران استفاده میکنه و یاد میگیره و بعد مدام تکرار و تمرین میکنه. چون اکثر اوقات وقت و انرژی جسمی و روانی از پول مهمتره. چون پول منبع تجدید پذیره و اون ستای دیگه منبع تجدید ناپذیر. دوستان عزیزم، من باز هم در کنار شما هستم با ویدیوهای بیشتر. لطفاً اگه این ویدیو رو دوست داشتین اونو لایک کنین و منو سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی هم بهتون نشون داده بشه. و تو کامنت ها برام بنویسین که دوست دارین بیشتر راجع به چه موضوعاتی براتون ویدیو تهیه کنم. دوستتون دارم.